برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده. ولکامن بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. من کارا هستم. من پرنسسری هستم. امروز میخوایم فدایی عزیز رو دوباره بریم، ولی یکی از آهنگای قدیمیش هست به اسم افراطی. امیدوارم که حالا بپسندید. آهنگسازی کار با مهدیار هستش و اینستاگرامای ما آیدیاش این بالا میاد، اگه دوست داشتین میتونید اونجا ما رو فالو کنید و اونجا با ما در ارتباط باشید. دوستتون داریم. لتس گو. صندوق از تنگا رو در میاره، نمیره تو صدقه. توریستا ناز میکنن، میگه مونالیزا تقله، پس چرا نمیخنده؟ خب لابد خوب نبوده، علفش نسخه، گشت انقلابی که خودشون میخواد. وحشی شروع شد. خب خیلی وحشی شروع شد. بیتی نداره. آره، بیت خاصی نداره. فدایی داره میره، ولی کاورش هم خیلی قشنگه. کاورش آره خیلی قشنگه. کاورش جای تحلیل داره و یه ذره زیادی سنگین هستش. من الان سورپرایز شدم که چرا بیت شروع نشد. آره، مثل همیشه. صندوق از تنگا رو در میاره، نمیره تو صدقه. توریستا ناز میکنن، میگه مونالیزا تقله، پس چرا نمیخنده؟ خب لابد خوب نبوده، علفش نسخه، گشت انقلابی که خودشون میخوره. بعدش آقا ملک من تو شما رو تلکه میکنه پا شبکه. گلویزین با عراجیف تو جهانی نمادی، نمش توانی میده شعار رهایی میشه کودتا. حافظ سول تو شهر خاراتن روزا میکن میکنه تن عقاقی. مرزای حواری به نام کیه سندش؟ مو که پای ورقه تو قمار هسته یه لوزان. یه مومنی که مکه میره واسه دور زدن خدا. چقدر مزنه کم قرزل حسنه، میکنه کسبه حتی از کفنت وده ها رکبه آتیش زیر خان. ببین خیلی خفن بود. آخه خیلی واضح داشت میگفت. آره. فقط یک تیکش خیلی قشنگ بود به نظرم. اصلا فدایی که آقام، فدایی که همیشه خوب میگه، ولی اینجا گفت گشنه انقلابی که خودشو میخوره بعد شاه و ملکه، و دقیقا همین هستش. حتی به خودشون هم اینا رحم نکردن و نخواهند کرد و نمیکنن. آره، این اولش هم خیلی قشنگ بود. صندوق ادا تنگا رو در میاره، نمیره تو صدقه. خیلی قشنگ بود. کلا خیلی جالب شروع شد این ترک. چقدر بیتش یه دفعه ای شروع شد بعد از اینکه یه مقدار خوند. خیلی بیت. آره. خفن و قشنگی بود بیت. و بریم ادامش. خوب نواخت مهدیار رو، خوب خوند آقام فدایی. منت وعده ها رکبه آتیش زیر خاکستر حجاب الزامی، آرامش قبل طوفان نظام اجباری، مغزا تو اسقاطی دموکراسی افراطی. آتیش زیر خاکستر حجاب الزامی، آرامش قبل طوفان نظام اجباری، مغزا تو اسقاطی دموکراسی افراطی. سلاخی میشه. خیلی خوب بود. دقیقا همینه. انقدر فشار آوردن تو این مدت. اوکی، آرامش قبل از طوفان بود، اینکه حجاب و اجباری کرده بودن و بایدی بود همه چیز. خب یه مدت همه چیز خیلی ساکت بود، یعنی تقریبا از سال 88 استارت این شکایت های مردم بیشتر خورد و بیشترم جهانی بازتاب جهانی پیدا کردش. خب چون که عصر نو شده بود و بیشتر امکان ارتباط بود، برای همین دنیا فهمیدن اینو. این آتیش زیر خاکستر بود. اینترنت و فضای مجازی هم آره دقیقاً چیز نبود، یعنی میگم که همینو میگم عصر نو شده بود. منظورم دقیقاً همین هستش، بازتاب جهانی تونست پیدا بکنه و دقیقاً یه نظام اجباری و مغزا همه اسقاطی و دموکراسی افراطی. چقدر قشنگ گفت. ما دموکراسی داریم، آره، ولی افراطیشو داریم، فشار میدیم توتون. بایدیه، حجاب بایدیه، اقتصاد بایدیه، همه چیز بایدیه زیر این نظام. اگه الان هم نفس میکشی فعلا باید بکشی. آره. فقط من یه سوال دارم از بچه ها، چون بیشتر از ما فدایی رو میشناسن، ما تازه باش آشنا شدیم. بجز این موزیک های حالا اجتماعی سیاسی یا دیسک داده، به عاشقانم تا حالا خونده؟ یعنی من میگم لافتوری خونده، اگه خونده معرفی کنه. چه چیزی به سرت زدی؟ و اجباری مغزا تو اسقاطی دموکراسی افراطی. سلاخی میشه نارزوها تو شنونه بازو در میاری، مالیات و موشک میخوره تقاطع سوریه، بچه ها میونه رو خاک، یه نقاب صورت شوریده وزبت به دولت پشممه تا گردن تو قرزن، حواسا پرت روتینه، حکایت جماعت سر به زیره و ستاره تو شهر، دولت و دقلا فقرا میخورن رو دست که بمونه رو پا شرکا، زوده کوره در میرن علما فتوا میدن ولی حل میشه موزلا، هزار خونه خراب یه برج میره هوا، نبرد پیروزی شهدا، داریا گیوتین بنفشم جدی شیرودی، سیاست کیلویی، تاریخ بخونی چشم و کام شهر، عصبانی شن و سرا بی سر میشن، تو
حاشی کی بودی؟ انقدر واضحه واقعا نیاز به تحلیل نداره که من بیام بشنم چیزی بگم. چقدر بیتش خفن داره بازی میکنه با روح و روانم. بیتش خیلی قشنگه و خیلی زیاد نشسته روش و دقیقا همین هستش، از مالیات مردم موشک میسازن عوض این که بخوان مثل یک کشوری مثل سوئدی که ما داریم توش زندگی میکنیم مالیاتی که میگیرن خرج مدرسه رایگان، تحصیل رایگان، درمان رایگان، جاده های صاف، تمیز، هر روز جاده ها رو، خیابونا رو، کوچه ها رو با ماشین دارن تمیز میکنن، یعنی میشه لیست زد آسفالت همین اینجا رو. هفته پیش بود که اینجا خیلی برفش سنگینی اومد و گفتن که اصلا از خونه هاتون بیرون نیان و تا جایی که میتونید تو خونه کار کنید، دورکاری داشته باشید. یه جوری برف اومد که واقعا نمیشد بری بیرون، یعنی برای سوئد هم این ولی برف عجیب بود. از همون مالیاتی که ما پرداخت میکنیم ماشینا رو آوردن و برف روبی کردن و جاده ها رو سری باز کردن، اینجوری نبود که تعطیلی عمومی بشه، سری تا ظهرش باز کردن و این مالیات رو برای این چیزا استفاده حالا میکنن. ایران یادم میاد بارون میومد، یه بارون خیلی ساده زیر پل نمیشد دیگه ماشین رد بشه، ترافیکی میشد که اصلا نمیشد، ساعت ها تو ترافیک بودی، چه تصادفایی میشد، ولی خب خرج موشک و سلاح و اینجور چیزا و از اونور ما حواسمون هستش سوریه اتفاقی نیفته، فلان جا اتفاقی نیفته، بچهای مظلوم فلسطین اتفاقی براشون نیفته، ولی بچهای ما تو میدونا خودمون میکوبیمشون، قاسم کتلت میکوبتشون و به اسم دفاع ازشون هست و به اسم دفاع از مملکت هست. فاکیو جمهوری اسلامی، فاکیو خایمنی بیشتر برازنده شد. انبر شهر سوانیشن و سر بی سر میشن. تو داشی کی بودی؟ آتیش زیر خاکستر حجاب الزامی، آرامش قبل طوفان نظام اجباری، مغزا تو اسقاطی دموکراسی افراطی. آتیش زیر خاکستر حجاب الزامی، آرامش قبل طوفان نظام اجباری، مغزا تو اسقاطی دموکراسی افراطی. باز تا سو آشوراست برادرم میرم پاوس ناموسا، بقای نسل با سوراخ کاپوتا ناصر و 84 تا خانم با شعار زوره و زره آرزو هم ماشین و شاسی وله سگ و پاکوتا زیر خط فقر و تاق گاز با سوراخ کشیده میشه به شیشه ناخونا میشنوی میشکنه استخونا زیر و تو ما باز میذاریم پاتورا فاش زاله اون میخورم تو کیا میگم نگو کیا گذار نزن جل پولیسو باری توش میکنی تو بیخو میگیری اونا شیش دونگ زمینه جوار ما سفید میگیره ناجوازه زهالی میشینن آجان تو بارا. یه تیکش رو من بگم، خیلی قشنگ اینجاش با کلمه بازی کردش، خیلی قشنگ بود، گفتش که فوش ظالم رو میخورم توکیو، حالا هم توکیو هم توکیو ژاپن رو داره میگه. چرا؟ چون توی بیت بعدیش میگه که میگم نگو کی یا کو زارو نزن جلو پلیس، هم به یاکوزا گفت هم عوض شد، خیلی کلن بازی خیلی قشنگ بازی کرد، کلن با کلمات قشنگ بازی میکنه. آره خیلی خوب بود. انقدر هم حرفای دل ماه دیگه، ما نمیخوایم زیاد صحبت کنیم، بازم تاشو آسوراست اصلا مهم نیست برام که درست بگم. آره میرین اونجا هیئت‌های آنچنانی برپا میکنین، غذا رو به اونایی که غذا دارن همیشه میدین میخوره. فقط من یه چیزشو نفهمیدم و نفهم، اگر میدونین تو کامنت ها بگین، ناصر با 84 تا خانوماش این به کی داره اشاره میکنه؟ یه دونه ناصر من یادم همین چند وقت پیش که به خاطر فکر میکنم زنشو کشت و اینا، اونه فامیلیش یادم نیست، ولی یه دونه ناصر یادم میاد. اگه اونه که بگیم بهمون، یه کس دیگه است. و این تیکه‌ای که میگه زیر خط فقر اتاق گاز با سوراخ کشیده میشه به شیشه ناخونا، اینو اتفاق اینجوری توی ایران افتاده، یعنی مثل اتاقای گازی که نازی ها چی میگن اعدامای دست جمعی میکردن، یعنی منظورش به اون هست. همچین اتفاقی تو ایران افتاده، من اصلا اطلاع ندارم، اگر میدونید حتما بهمون بگید تو کامنت ها. میگیری اونا شیش دونگ زمینه جوار ما سفید میگیره ناجوازه زهالی میشینن آجانه تو بارا واسه قوانی خدا اون روزو نیاره که بشه آجاقا از سوانی سود و از سنایه میگیره شروع از شقایق تو فی تا اون طبقاتی. آتیش زیر خاکستر حجاب الزامی، آرامش قبل طوفان نظام اجباری، مغزا تو اسقاطی دموکراسی افراطی. آتیش زیر خاکستر حجاب الزامی، آرامش قبل طوفان نظام اجباری، مغزا تو اسقاطی دموکراسی افراطی. تا
توف به این طاعون طبقاتی خیلی قشنگ گفتش. واقعا طاعون شده، انقدر واگیردار شده کثافت کاریاشون که دقیقا مثل یه طاعون هستش. آه. که اومده این همه اختلاف اجتماعی و طبقاتی و فرهنگی ایجاد کرده توی اقشار مختلف جامعه. ریاکت قبلی که به صادق و شایع بود که راجب پول بود گفتیم. آره. این فاصله طبقاتی رو دقیقا با نظام اجباری مغزو تو اسقاطی، دموکراسی افراطی، آتیش زیر خاکستر، حجاب الزامی، آرامش قبل طوفان، نظام اجباری مغزو تو اسقاطی، دموکراسی افراطی، آتیش زیر خاکستر، حجاب الزامی، آرامش قبل طوفان، نظام اجباری مغزو تو اسقاطی، دموکراسی افراطی. سرنیزه هر کاری میتوان انجام داد به جز تکیه کردن بر آن. امید که فرصت و امکان جبران فراهم باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناطق بعدی عظیم علی، ناطق بعدی. آخرش خیلی قشنگ تموم شد، ولی اگر میدونید که بگین چی بود، کی بود؟ تو میدونی صدای کی بود؟ نه متاسفانه نمیدونم. مرسی. من هم نمیدونم، ولی اگه میدونید تو کامنت ها برامون بنویسید. اصلا برای من الان مغزم هنوز روشن نشده، یعنی من باید فدایی رو با خیلی آره تمرکز. چندین بار باید گوش بدیم، ولی متوجه شدم اینو خوشبختانه. آره. کامل، چون واضح تر از چیزه دیگه ما فدایی گوش کن شدیم، گوشامون نوازش پیدا میکنه با فدایی. ولی آخرش رو من اصلا نمیدونم که به کی اشاره داشت. آخرش هم خیلی قشنگ خودش تمام کرد. افراطی هیچ جای سخنی نیست، مثل بقیه ترکاش بود، عالی بود و حرف دل هممون بود و واقعیت جامعه رو گفتش. دم فدایی و تیم خفنش گرم، دم مهدیار گرم با این بیت سازی خفنش، و دم شمایی که این موزیکای خفن رو به ما معرفی میکنید گرم. اینستاگرام های ما ایدیاش این بالا میاد، اگر دوست داشتید میتونید اونجا ما رو فالو کنید. لایک این ویدیو یادتون نره. دوستتون داریم. هیدو، خدا نگهدار.